گفتیم که در اتیمولوژی به ریشه لغات ما کار داریم. خب به نظرم با مثال بهتر بتونیم مطلب رو متوجه بشیم. مثلا کلمه نو فارسی، نو، نوروز. وقتی که کلمه نو به سمت تمدن غرب میره تبدیل میشه به، با لهجه های مختلف تبدیل میشه به نیو، نیویورک، شهر نو، نیو آتلانتیس، نیو همشایر و انواع نیوهایی که دارن. حتی اسم کاراکتر شاخصشون در مجموعه ماتریکس رو نئو بر اساس نیو شما در نظر بگیرید. پس این سیر تطور کلمه رو ما بررسی میکنیم در تحت عنوان ترمینولوژی. ریشه اون لغت کجا بوده اون برای ما مسئله هستش. البته همینجا داخل پرانتز یه نکته ای رو بگم. ببینید بسیاری از زبانشناسان دنیا یهودی هند. بسیاری از دانشمندان علوم انسانی دنیا هم یهودی هند. زبانشناسی و کلمه شناسی یکی از ارکان مهم هر تمدنیه. دو تا تمدن شاخص داریم. تمدن پارسی، بین النهرین، تمدن ایران، تمدن اسلامی و تمدن غرب که در طول تاریخ شما، اصلا تاریخ یعنی مبارزه بین این دو تا تمدن. شاید بیشتر از 600 جنگ با هم دیگه داشتند. این رو من از مأخذ یک استاد علوم نظامی عرض میکنم خدمتتون. بیش از 600 جنگ با هم داشتن که دو سوم اونها رو سپاهیان و تمدن ایران غالب بودن و یک سوم رو تمدن غرب غالب شده و پیروز شده در اون جنگ ها. نکته مهم اینه تاریخ در سطح کلان تقابل بین این دوتا تمدنه. کلمه مهمترین اعجاز پیامبر خاتم است. خب از یه طرف هم گفتیم که غرب فیلسوف دارد و شرق نبی. جغرافیایی که انبیا در اون مبعوث شدند یک سرزمین لوزی شکل هست که در همین منطقه فلات ایران، فلات پارس و تمدن ایران قرار گرفته و 124 هزار پیامبر مبعوث شدند که مهمترین رسالت اونها کلمه بود، انتقال کلمات و مفاهیم حق از پروردگار به مردم. این رو در یک گوشه ذهنتون داشته باشید. از اون طرف زبانشناسان روی یک اصطلاح خیلی تاکید دارن، اصطلاح زبانهای هند و اروپایی. هند در شرق ایران، شاعران بزرگ پارسیگوی، امیر خسرو دهلوی و و غرب اروپا در غرب ایران. این وسط سرزمین پارس چی میشه؟ اینو دارم داخل پرانتز خدمتتون عرض میکنم. زبانشناسان دروغگوی یهودی به عمد میخوان ریشه زبانها رو که در این منطقه شکل گرفته، ریشه کلمات رو سرپوش بذارن، کفران کنن، کافر بشند، بپوشونن این حقیقت مهم رو که کلمه میراث انبیا است، میراث 124 هزار پیامبر است که در این منطقه، حالا به طور عمومی ما منطقه فارس یا پارس اسمش رو میگذاریم، ریشه اکثر زبانها و اکثر لغات مهم این منطقه است. مفصل حالا کلمات مرتبط با اون رو براتون تشریح میکنم. اختراع زبان برای این منطقه است، اختراع لغت و اختراع حروف مال این منطقه است و بعد به عمد این گروه منحوس، این گروه نحس این رو خاموش میکنن، این حقیقت رو. اصلا حکومت هایی که در این منطقه بودن، حکومت ساسانیان به تنهایی 700 سال این منطقه رو در تحت حاکمیت خودش داشت. امروز حکومت هایی که در جهان هست میراث همون حکومت هاست،
همه اون حکومت هایی که شما استان پشتش میبینید، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، که شاه موقعی که میخواست فرار بکنه مسخره میکرد و میگفت من میرم ولی ایران ایرانستان میشود. حالا کار نداریم، استان هایی که پشت این مناطق هستش همه میراث حکومت ساسانیان هستش که از قدیم در این منطقه بوده و هنوز هم مهمترین نظامات حاکمیتی و حکومتی در دنیا منبعث از اون است. حالا همه این حقایق رو شما با هم ببینید و بعد برسید به این حرف زبانشناسا که میگن زبانهای هند اروپایی، زبان پارسی این وسط گم شده. از اون طرف ما در قبل از رنسانس و تغییر و تحولات علمی بزرگی که در غرب اتفاق افتاد، ما یک نهضت ترجمه رو داشتیم که سفرای غرب وقتی که به تمدن اسلامی و تمدن پارسی وارد می شدند، امثال مارکوپولوها و کتاب‌های اصلی و اصیل این منطقه رو به عنوان بزرگترین و مهمترین منابعشون برمی داشتن به غرب می بردن، یک دفعه یک انفجار علمی در غرب اتفاق می افته روی میراث و تمدن پارسی و اسلامی بوده. حالا این همه ظرفیت رو شما یک جا می بینید و یک دفعه در کتاب‌های زبانشناسی و لغتشناسی با همه اهمیتی که دارن شما زبان‌های پارسی رو می‌بینید گوشه انداختنش. اصلا اینجور نیست. اتفاقا در شرق و غرب ستون و تنه این درخت رو زبان‌های منطقه فلات ایران و زبان پارسی تشکیل دادن. پس خیلی باید روی لغات و کلمات دقت نظر داشته باشیم و بشناسیم. انشاءالله چند جلسه دیگه راجع به این موضوع خواهیم پرداخت تا حق مطلب رو ادا کرده باشیم. امیدوارم مطالبی که خدمتتون عرض می‌کنم به کار دنیا و آخرت شما جوان مؤمن انقلابی بیاد و روز قیامت اینها رو در دفتر اعمال ما به عنوان عمل حسنه و مثبت ثبتش کنند و اون روز خدایا ناکرده من شرمنده شما نشده باشم. انشاءالله. متشکرم.